تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه من صحبت میکنم. به جزء 15 سوره اسراء آیه 100 رسیدیم. بشنوید. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. به مردم بگو اگر شما خزینه دار رحمت پروردگارم بودید، بازم از ترس انفاق و تهی‌دستی چیزی به کسی نمیدادید. انسان تنگ نظر و بخیله. یعنی اگر همه دنیا رو هم داشته باشید، بازم مشت دو همه. میخواد بگه سخاوت دار به داشتن داره. بعضیا کم دارن به سخاوت دارن. بعضیا دنیا رو هم داشته باشن، سخاوت ندارن. یعنی کثرت مال در سخاوت. یعنی آدم اگر حریص باشه، مالم زیاد داشته باشه، بازم حریص سخاوت نداره. بعضی ها سیری پذیر نیستن، سیر نمیشن از دنیا. هر چشو بدی بازم میگن بده بیاد. قرآن راجع به جهنم همچی آیه داره، میگه به جهنم میگیم پر شدی، میگه بازم داری بفرست. خب خشیت الانفاق یعنی ترس از فقر باعث میشه که انسان نده. گاهی انسان میخواد یه پول رو خرج کنه، شیطان وسوسه میکنه، میگه نه بابا پیری داری، کوری داری، بذار بره روز مبادا. قرآن اینو میفرماید از شیطان یعدکم الفقر. این چیزهایی که نتیجهش در مضیقه قرار گرفته نه، اینا پیداست الهامات شیطانه. چون در قرآن دو رقم الهام داریم، هم و اوحا الى ام موسا و هم ان شیاطین لیحون. اوحا لیحون، هم شیطان ها وحی میکنن هم خدا وحی میکنه. حالا اگر یه چیزی به ذهن ما آمد، نمیدونیم این از طرف خدا به ما الهام شد یا از طرف شیطان، نتیجهش اینه. اگر دیدی، یعنی راه شناختش اینه، اگر دیدی اونی که به شما الهام شد باز شدی، این الهام خداییه. اگر اونی که به شما الهام شد قلف شدی، پیدا شیطانیه. چون شیطان میگه نده، پیری داری، کوری داری، نگهدار. ولی خدا میگه بابا بچه رو بدن به دریا، نترس، انا ردوه لک، بده، خدا جاشو پر میکنه. اینها که قفلن، اینها تو دام شیطانن. اونایی که بازن، توکل دارن، ایمان دارن، یقین دارن، امید دارن، اینها مورد لطف خدا هستن. خدایا بخل رو از ما دور کن. حدیث داریم امام از شب تا صبح همش میگفت خدای ما رو از بخل دور کن. گفتن آقای همین یه دعا رو میکنی شب تا صبح؟ فرمود خیلی مسئله مهمیه. بعضی‌ها بخل علمی دارن، یه شعر دارن به رفیقش نمیده، یه نکته یه به کسی نمیده. اگر ابتکاری داره، الان آمریکا مثلا فرمولای علمیشو حاضر نیست به کشور دیگه بده. بخل علمی، بخل مالی، بخل آبرو. تو آبرو داری، میتونی از آبرو استفاده کنی، چهار تا مشکل حل کنی، خب استفاده کن. بریم سراغ آیه 101. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. همانا ما موسی را همراه با 9 معجزه روشن فرستادیم، یعنی به موسی 9 معجزه روشن دادیم. ولقد آتینا 9 آیات، 9 معجزه روشن به موسی دادیم. فسأل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل آن وقتی که موسی به سراغشون آمد سوال کن. ولی فرعون گفت چه؟ فرعون گفت فقال له فرعون، فرعون 9 معجزه رو دید اما گفت انی لاظنک یا موسی مسحورا. این موسی رو
افسون شده میپندارم، فکر میکنم جن زده شده، فکر میکنم مثلا تعادل روحی به هم خورده. این نه معجزه یکیش این بوده. عطا اژدها شد، کف دست موسی رفت تو بغل، دستش رو برد کف دست سفید میدرخشید، نمرز پیسی هم من غیر سوء، یعنی روشنی بدون بیماری، چون بعضی ها لک های سفید ها بری بیماری هم. عصاش زب دریا وسط دریا شکافته شد، طوفان، هجوم ملخ، هجوم شپش، هجوم قورباغه به مخالفین، خون شدن آب، جاری شدن 12 چشمه از یک سنگ با ارزدن عصا، اینا همه معجزه بود. البته اگه خواستوشیم دقیق بشیم این نوتا هجرت شد، چون وقتی عصا رو میندازه اژدها میشه، خب یه معجزه، وقتی هم دو مرتبه اژدها عصا میشه اونم یکی دیگه، چون رفت و برگشت دیگه. همینطور که عصا اژدها میشه معجزه هست، اژدها هم عصا بشه معجزه، پس در میشه گفت 18 تا معجزه. خب معجزات حضرت موسی بیش از اینا بوده، مثلا من و سلوا، یا مثلا کوه کنده شد، کوه طور بالا سر یهودی ها قرار گرفت، منتها این معجزات نسبت به فرعون بوده. ما به موسی 9 معجزه دادیم. خب خداوند پیغمبرشو یاری میکنه با معجزه و اتمام حجت میکنه، و هر جا سرسختی بیشتره معجزات بیشتری میاره، مثل که وقتی چوب سفته تبرای زیادتری به این چوب میزنیم تا این چوب بشکنه. و مستکبران وقتی میگن معجزه پیدا شد و دلیل ندارن، وقتی منطق ندارن، شروع میکنن تحقیر کردن، گفت که انی لاظن که یا موسی مسحورا، به نظر میاد که تو سحر شدی. یعنی به جای که معجزه رو دن ایمان بیارن، گفتن نه ما فکر میکنیم تو، یعنی فرعون به موسی گفت فکر کنم تو سحر شدی، افسون شدی. طاغوت ها در مقابل منطق منطق ندارن، در مقابل منطق یا تهدید دارن، در آب دارن، گاهی میگم میکشم، میگیرم، تبعید میکنم، این تهدید منطق اونهاست. پیغمبر معجزه میاره، مخالفین و طاغوت ها تهدید میکنن. خب موسی گفت چه؟ موسی هم گفت که آیه 32 هست که در جلسه بعد میگه. موسی گفت فرعون تو خودت هم میدونی، باور کردی، منتها نمیخوای به زبون بیاری، به زبون نیار، اما خودت هم فهمیدی که اینها معجزه است، فهمیدی که حق با منه، ولی علم فایده نداره، علم به تنهایی، بعضی وقتا میدونن اما لجبازی میکنن. آیه 32 در برنامه بعد میگیم انشاءالله. خدای به ما ایمانی بده که وقتی منطق رو فهمیدیم تسلیم بشیم، ما رو در مقابل برهان و منطق و معجزه لجباز قرار نده. آیه 31 سوره اسراء تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.